سلام های گرم و نرم و مرچ و نمکدار خود تقدیم همه شما دوستان عزیز میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید، در هر کنج دنیا که هستی خوش و خوشحال باشه با فامیل محترم و همچنان با قصه هایت لذیذ. برنامه آشپزی همیش سر صدای غذا هاست و همیش ما میخواییم غذای خوب آماده بسازیم و غیر از غذا سر هیچ چیز دیگه ما بس نمیکنیم. پس کسایی که میخواین که غذای لذیذ در خانه آماده بسازن، غذای بسیار مزه‌دار آماده بسازن، کاغذ قلمش رو تیار باشه و تا آخر برنامه فقط ما رو یادداشت کنیم و ما هم کوشش میکنیم که از امو غذاهای بسیار ساده، آسان، کم مصرف براتان آماده بسازیم. زیادتر کسایی که هستن یکمه که دلخور هستن، خب خواست میکنن خب آل نمک بندازم فقط به دل خود غذا رو آماده بسازیم، اون بسیار مزه‌دار و لذیذ آماده میشه. ولی اگر زیاد کنجکاو کده و زیاد دبارش فکر کده ببینی که از یک چیز دیگه جور میشه، اما تو به مدل خود به شکل که میخوای خودتان آماده بسازی او بسیار یک مزه دار میشه. پس ما امروز میخوایم که یک ماهی بسیار خوب و لذیذ آماده بسازیم. زیادتر کسا میگن در گرمی کی ماهی خورده، در گرمی کی فکر میکنه که وجود ما به امگاسه فراوان ضرورت داره، به ویتامین های بسیار خاص ضرورت داره و همیش در چی تابستان باشه، چی زمستان باشه، چی خزان باشه و چی بهار باشه، در هر فصل سال در هفته یک بار ما باید که از غذای دریایی استفاده کنیم. خب غذای دریایی دیگه چی داشته میگذاریم، فقط ماهی اگر باشه بهتر برش میشه که وجود ما به مو غذاها ضرورت داره. ما هم امروز خواستیم ماهی آماده بسازیم. ماهی را زیادتر وقتا در بعضی دکانهایی که ماهی آماده میسازن فقط داخل روغن پرت و سرخو بکش یا داخل داش پختش میکنن و غیر زمین دو رقم زیادتر کسا تا حال امتحان نکرده. پس چرا امروز ما به یک شکل نو اما تو مزه‌دار و لذیذ پختش نکنیم؟ امروز ما میخواییم که از یک نوع ماهی سرخ یک کرایی هم تو مزه‌دار آماده بسازیم. کرایی ماهی سرخ، ماهی، روغن زیتون، کرم، مارچ، بادنجان رومی، لیمو، گشنیز و ربع هدیه. خب این ماهی سرخی را که امروز ماهی سرخ میگیم به نام سالمون فش است که یک ماهی بسیار خوبی است. کسایی که میخوان وزنشون کم شده از این ماهی استفاده کنی، زده چاقی است و امو چربی که می داشته باشه یا مواد اصلی و ویتامینی که داره اونا زده شهم هستن و زده امو چربی های اضافی که در بدن می باشه زده از هستن. بس کوشش کنه که ماهی خوبتر و زیادتر استفاده کنه. خب این ماهی است که امروز ما میخوایم این را به شکل کرایی آماده بسازیم. زیادتر کسا بگیم که اوه ماهی چطور به شکل کرایی چه رقم آماده شد؟ ولی ما آمادهش میکنیم، همه قدر ساده است، همه قدر آسان است که اصلا تصورش نکنیم. ما میتونیم بسیار خوب همطور لذیذ آمادهش کنیم. در ابتدایی که ما میخوایم آمادهش کنیم، ما میتونیم در کنار زی بسیار سلات ها و بسیار سبزیجات دیگه را هم اضافه کنیم، هم از ویتامین های ماهی مستفید شیم و همچنان از سبزیجات. خب شروع میکنیم با آماده ساختن غذا که یک تخته ضرورت داریم. خب ما این را میخواییم که به توتکای خرد خرد آماده بسازیم و تا وقتی که اونا را میخواییم آماده بسازیم باید که ماهی چی شود؟ سرخ شود، سرخ شود که پیش روی شود یک کمی پخته میکنیم. پیش روی ماهی که وقتی پخته شد خود سرخ کرد و دیگه یک کمی که خود سخت‌تر ساخت، بعد از اون نوبت سبزیجات دیگه میرسه که اونها رو داخل دیگه اضافه میکنیم و بعدش ماهی رو بالاش اضافه میکنیم و دمش میتیم و خلاص. برای این ما میتونیم که یک سالات هم آماده بسازیم، یک سالاتی که همراه با لیمو داشته باشه، همراه با مواد غذایی بسیار خوب و لذیذ باشه. این هم سالمون فش یا ماهی سالمون. ای ماهی از خود سلمان نیست، نام از این نام انگلیسی از این به نام سلمان فش است یا ماهی سلمان. ما به نام ماهی سرخ میگیمش و بعض زبان دیگه هر زبان هر رقم نام میگذارندش و یه گوشتی است که ما بدون استخوان میباشه
و این قسمت پوستش هم دور نمیکنیم، ایره هم میگذاریم وقتی ایره ما سرخ کنیم به یک شکل بسیار خوب و درست سرخ میشه و این را همیشه به می اندازه برش میکنیم. اول اینا را برش میکنیم ولی بعد از اینکه پخته شد ما برش کرده نمیتونیم. وقتی ما بخوایم که برشش کنیم باز از پیش ما چی میشه؟ پاش پاش میشه. به خاطر که پاش پاش نشه ما باید که به می اندازه حال برش کنیم. میره خوبی ما ایده ایست که استخوان نداره و همه تو دل بیغم نوشو جان میکنیم. این شد آماده. داخل از هیچ چیز دیگه اضافه نمیکنیم. به خاطر که املا به قرمه که آماده میسازیم هم مصاله و هم موادش اضافه میشه. ولی در وقت سرخ کردن فقط یگانه چیزی که اضافه میکنیم داخل کریگه که خورترکه که با این ما میتونیم امطور راحت کار خود پیش ببریم. فقط کمه که روغن زیتون اضافه میکنیم. ولی همین روغنی هست که همه غذا با همین روغن آماده میشه. و حال نوبت میرسه به خب چیزی که ضرورت داریم، یعنی فانگس، ملاقه هست، چیزه که هست، اینا رو همیشه اینجا میاریم میگذاریم و خمیر خمی مایی بسیار خوبه میگذاریم. حرارت بسیار کم میکنیم. حرارت وقتی کم باشه مایی بسیار اما تو با حرارت بسیار کم بسیار خوب آماده میشه. میگذاریمش کمه که یک طرفش کمه که پخته شوه و کمه که خوبتر و در شکل درست آماده شه. وقتی که آماده شد طرف دیگهش با حرارت کم وقتی این را آماده میسازیم مغز زی هم پخته میشه و به شکل درست هم آماده میشه و همچنان ما میتونیم که داخل داش هم آماده بسازیم. می که داخل داش ما چرا هم میتونیم پختهش کنیم این بعد از یک وقت فکر کتاب برتان میگم. با شما هستیم دوست عزیز و گوشت را که داخل تخم پزی اضافه کرده بودیم این آستا استا آماده میشه و یک طرف از یا آماده شد و نوبت عزیز که ما دورش بتیم و طرف دیگه از اینا را امی رقم پخته کنیم. البته ما که ما میخواییم این را پخته کنیم به اندازه 50-60% داخل روغن آماده میشه و بعد از او داخل کرایی آماده میشه و همراه با دیگه موادی که ما میخواییم آمادش کنیم همراه با اونا خوب پخته میشه. همین رقم باید که اینا را پشت رو کنیم. وقتی را سرخ میکنیم چیه خوشبوی خوبی دارن و فقط یک دانه دیگهش موند که ایرام طرف دیگهش دارو بتیم و خلاص شد. آهسته آهسته آماده خب این آهسته آهسته آماده میشه. گوشت را که داخل کرایه ماندیم همراه با این روغن آماده میشه و ببینه که روغن زی هم به ضرر است که همراه با روغن زیتون آمادش کردیم و مایی هم مزه بسیار خوبی داره به شکل درست آماده میشه. کسایی که سپورت میکنن ورزشکار هستن اونا خوب باید 100% هفته یک بار از این مایی استفاده کنن. بسیار قوی و بسیار لذیذ.
یک همکار ممیال سوال کرد، یک سپورت نمه گفت اگه او کسی که دیگر رقم ورزش میکنن اونا چه رقم از استفاده کنن. هر کسی ورزشکار است میتونه کزی استفاده کنن. اینم به شکل آیسته است آماده شد. شما میبینید که چقدر خوبتر و به شکل درست برش شد. تغییر ما وقتی پخته میکردیم مکمل در یک جا و بعد از زوم را چی میکردیم؟ برش میکردیم از پیش ما پاش پاش میشد. پس به خاطر که پاش پاش نشه ما باید که اول برشش کنیم. وقتی برش شد بعد از او وقتی که برش شد بعد از او ما سرخ میکنیم اینا را. خب روغن است و تخم پزی هم زیاد هموار کمه که خدا در چهار طرف باد باد میکنه و حالا نوبت عزیز که یک جایی آمدش کنیم و همه طرفش هر چهار طرفش باید پخته شود. ها کبی که اصلی که خواستم که برای شما بگویم که اگر شما میخواسته که اینا را داخل داش آماده بسازی همین رقم برش کنی کمه که مرچ و نمک داخلش بزنی و داخل داش با کمه که روغن زیتون چربش کنی و داخل داش بانی پخته میشه و بعد از او داخل یک قورمه اضافه کنیم. زیادتر کسا شاید بگن که خب ایمایی ضرور نیست که ما را داخل قورمه اضافه کنیم. ولی ایمایی هایی است که از او ما میتونیم سوپای بسیار لذیذ آماده بسازیم. ایمایی هایی است که ما میتونیم هیده خم قورمه بسیار خوبی آماده بسازیم. ضرور نیست که همیش ما به شکل سرخ شده که داخل روغن پخته میکنن داخل از او آماده کنیم. اگر به این شکل های خاص آماده شده بسیار خوب میشه. چرا که پیش روی ازی که همه که سرخ میشه قسمت داخل ازی هم خوب پخته میشه که حرارت مستقیم نمی داشته باشه. وقتی حرارت مستقیم بالا از این نباشه این خوبتر آماده میشه و همو ویتامین های ازی هم نمی سوزه. ولی اگر نار ما اگر نار داخل روغن کاملا سرخ کنیم داخل روغنی که زیاد باشه اگر اینا را همیشه سرخ کنیم اون ویتامین های ازی همش از بین میرن. در حاصل اگر از یک نگاه ببینیم همین لحظه این مایا 100% پخته است که ضرور نیست که زیاد پختش کنیم. اگر ما این را بخی زیاد پخته کنیم باز ویتامینش از بین بره دیگه باز چی فایده که از این غذا استفاده کنیم. زیادتر کسا متوجه زیاد به طعم غذا هستن. ولی ما اگر متوجه غذا هستیم که طعم خوبی داشته باشه باید به شکل درستش کنیم یا پختش کنیم که ویتامیناش از بین نره. شد شد آماده خلاص یک قسمت میگذاریم و حال نوبت عزیز که ما چی کنیم؟ یک رایگه کمی علی میجا میمونیم یا یک دیگه باشه یک رای باشه هر چی که باشه این قسمت میگذاریمش تا دیگه موادش آماده بسازیم و همین روغن اضافه که ما خود مایی رو سرخ کردیم این داخل تیک اضافه میکنیم. روغن بسیار کم بسیار خوب آماده میشه. حتی ما میتونیم همین مایی رو همراه با خود برنج آماده بسازیم با سبزیجات کور خامه بسیار مزه‌دار آماده میشه و انشاءالله در برنامه بعدی برای شما یک برنج که همراه با مایی آماده بشه. زیادتر کسا همراه با گوشت و گوسفند آماده میسازن، همراه با سبزیجات آماده میسازن، همراه با مایی که به شکل تشکیل می داشته باشه همراه از او آماده میسازن. ولی به شکل مایی که پاش پاش باشه با روغن سرخ شده از او با بعضی سبزیجات و مواد دیگه که آماده بسازیم بسیار مزه دارم تو لذیذ آماده میشه. خب یک قسمت سبزیجات که هست همش تیار است و یک کمک دیگه چی کار داریم؟ سیر ضرورت داریم که ما اول فراموشم شد که باید می آوردم. خب فرق نمی کنه حال استفاده می کنیم. سیر و پیاز. سیر پیاز هم ضرورت است. در هر غذا که ما میخوایم که آماده بسازیم سیر و پیاز رو باید که باشه، خصوصا غذایی که خورمدار میباشه.
یام شد سیر. خب این پیاز فقط میخوایم داخل روغن اضافه کنیم، ولی پیش از او باید گاز روشن کنیم و به شکل خلالی همش میده میکنیم. تا وقتی ایران میده میکنیم میریم یک وقت کوتاه برمیگردیم. با شما هستیم دوستان عزیز، بخش سیمه برنامه که پیازم داخل دیگه اضافه کردم و آیست آیست سرخ میشه و ای هم نوبت میرسه به سیر. سیر شما میلسه استفاده میکنیم، اضافه میکنیم به خاطر از اینکه آیست آماده شده. پیاز به می اندازه کافیست که کمک نرم شده و این سیر هم کمک پاش پاش کنیم. همین رقم و نوبت میرسه به بادنجان رومی که بادنجان رومی هم به مون اندازه که ما پیاز آماده ساختیم همونطور نازک نازک برشش میکنیم. اگر شما خواستید نازک نازک برش نکنیم تو کلان کلان برش کنیم و از تراشک بکشی، هر رقمی که من مایلتان است اون رقم آمادش کنی. نم شد بادنجان رومیش کنارم اضافه میکنیم. ولی دو دانه بادمجان و رومی خود کم بود. یک دانه دیگر هم میده میده میکنیم. یوم شد بادمجان و رومی که آمده. کم برشش کردیم استایستا خوبتر و به شکل درست آمده شد. داخل ازی میخوایم که یک کمه که تند هم شوه، یک کمه که مرچ اضافه میکنیم. ای هم مرچ شد، یک دانه مرچ که اضافه کردیم کافیز برش، از اینکه نمیخوایم که زیادتر تندش کنیم. و ای هم گوشتی که سرخ کرده بودیم یه هم قسمت بالایش اضافه میکنیم. و حال چی داریم؟ یک دانه لیمو. غذایی که امروز آماده میسازیم به خاطر از اینکه یک کمک گرم باشه و سرخ شده میباشه، ما میخوایم یک کمک لوابدار هم باشه و یک کمک ترشی هم داشته باشه، خصوصا از آب خود لیمو اگر باشه بهتر میشه. و یکمه که هم بخاطر لوابش از روبه حتی استفاده میکنیم، روبه که واقعا ذائقه خوبی داره، غذا را مزه‌دار میسازه و شما میتونید با روبه حتی غذای بسیار لذیذ آماده بسازید. باز کردن سرپوشش امی قدر آسان است، فقط بازش میکنیم یک قاشق کمتر داخلش چیز اضافه میکنیم، داخلی کاسه روب اضافه میکنیم. خب از روب استفاده کنیم، سرپوش میگذاریم و باشه که به کدام خزای دیگه استفادهش کنیم. و این رقم آب لیمو را با روب حتیه مخلوط کنیم. چقدر ترش هستی؟ همین رقم یه هم شد آب لیمو بسیار تاش. خوبه و حال
سیرپ همراه با آب لیمویی که هست سیرخم اضافه میکنیم. شما دیدید که ما هیچ مصالحه اضافه نکردیم، هیچ چیزی، حتی نمک، مرچ سیاه و هیچ چیز اضافه نکردیم. حالا فقط چی میکنیم؟ کمک نمک اضافه میکنیم، یک کمک زیاد نه، شورش نمیکنیم و ای هم کمک مرچ سیاه. همی بود مساله ازی ای غذا بسیار کم مصرف است از نگاه مساله. اگر ما خواسته باشیم میتونیم چهار مساله و دیگه مساله را هم داخلش اضافه کنیم، ولی من نمیخوام که دیگه مساله را اضافه کنیم. همی رقم با مرچ سیاه و نمک بسیار خوب آماده میشه. سر پوش دیگه میگذاریم، همی رقم حرارتش میکنیم کم و برای چند دقیقه، برای 10 دقیقه میگذاریمش تا آماده شد. خب 10 دقیقش پورا شد، یعنی غذا که داخل دیگ گذاشته بودیم دم گرفت به شکل بسیار خوب و درست. هم بادنجان رومیش آماده شده، هم پیازش آماده شده و یک لبابه که بسیار خوبی که از رو به حتی آماده ساختیم هم داخلش داره. و فراموش نکنی اگر میخوای که یک آشپزخانه مجهز با تمام لوازم داشته باشه به شکل بسیار خوب و درست، پس لوازم الکترونیکی یا وسایل الکترونیکی بیکور انتخاب کنی تا بتونی غذای بسیار خوب و لذیذ داخل داش بیکو و یا با مایتابه بیکو آماده بسازی. و حالا نوبتش رسید که غذایی که آماده ساختیم از داخل دیگ بیرونش کنیم، ولی اول کمکی بسیار با احتیاط اول میره مخلوط کنیم، به خاطر که پیازش هم یک طرف بود، بادنجانش دیگه طرف و این رقم بسیار با احتیاط که با گوشت از پیش ما خراب نکنه. خدا خراب چی که به وقتی که ما میخوایم این آماده بسازیم خدا پاش پاش نسازه. یک قسمت گوشی بشقاب از این غذای بسیار لذیذ و مزه‌دار اضافه میکنیم. هی شد، همه قدر کافیز برش. همراه با شکل بسیار خوبی آماده ساختیم. به خاطر از اینکه هر غذایی که آماده میسازیم یک کمه که به خاطر دیزاین دیکورش هم باید کوشش کنیم که یک شکل خوبی رو به خود داشته باشه. کمه که گشت نیست، یک دانه لیمو، یک دانه بادنجان رومی که یام لیمو و به خاطر که یک مزی خوبی داشته باشه، یک رنگه که بسیار خوبی داشته باشه، کمه که گشنیز هم این رقم بالاش اضافه میکنیم. یام شد یک غذای مکمل، یک غذای بسیار خوبی که مزی بسیار خوبی داره و همه قدر لذیذ هم است. این رقم میگذارمش. این بود برنامه امروز و یک ماهی بسیار مزه‌دار براتون آماده ساختم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم و غذا را برای شما آماده میسازیم به شکل بسیار خوب، شما را به خداوند پاک بینیست میسپارم. شاد و موفق باشید. کرایی ماهی سرخ، ماهی، روغن زیتون، کرم، مارچ، بادنجان رومی، لیمو، گشنیز،
و ربع هدیه.